گزارش آماری سازمان حقوق بشری هانا به مناسبت 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام. 49 اعدام در کردستان ایران طی 1 سال گذشته. سازمان حقوق بشری هانا به مناسبت 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام گزارشی آماری از اعدام شهروندان کرد در کردستان ایران را آماده کرده است. با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هانا طی 1 سال گذشته، یعنی از 10 اکتبر سال 2020 تا 10 اکتبر سال 2021 جمعاً 49 شهروند کرد در زندان‌های ایران اعدام شدند. اتهام افرادی که اعدام شده اند به ترتیب زیر می باشند. بر طبق این گزارش، از مجموع 49 شهروند کردی که اعدام شده اند، 27 نفر به اتهام قتل عمد و 22 نفر به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند. اعدام ها بر حسب استان ها به این ترتیب می باشند. با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هانا، 28 مورد از اعدامی ها اهل استان ارومیه، 12 مورد اهل استان کرمانشاه، 7 مورد هم اهل استان سنندج و 2 مورد از استان ایلام بودند. از مجموعه 49 نفری که اعدام شدند، 1 نفر زن و 48 نفر دیگر مرد بودند. سازمان عفو بین الملل و سازمان همبستگی جهانی علیه مجازات اعدام در سال 2002 روز 10 اکتبر برابر با 18 مهر ماه را روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام اعلام کردند. به گزارش سازمان عفو بین الملل، اکثریت کشورهای جهان مجازات اعدام را یا از قوانین خود و یا در عمل حذف کردند. دیگر کشورها نیز در این راستا گام برمی‌دارند، اما هنوز هم در 58 کشور جهان مجازات اعدام اعمال می‌شود. بیشترین شمار اعدام‌ها در چین، ایران، کره شمالی، عربستان سعودی، پاکستان و آمریکا صورت می‌گیرد. این کشورها مسئول اجرای 93% احکام اعدام در جهان هم. در بسیاری از کشورها حکم اعدام در دادگاه‌های ناصالح و بر اساس اعترافاتی صادر می‌شود که زیر شکنجه گرفته شده‌اند. مجازات اعدام اصول 3 و 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر را نقض می‌کند. این مجازات که در حقیقت به معنای کشتن قانونی انسان‌ها به حکم دولت هاست، هم به منزله نقض حق زندگی است که در اصل 3 آمده و هم به مثابه نقض این حق است که احدی را نمیتوان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه یا برخلاف انسانیت و شؤون بشری یا موهن باشد که در اصل 5 آمده است. بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل، شمار اعدام ها در ایران به طور کلی و اعدام ها در ملأ عام به طور خاص از سال 2010 به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کردند. ایران پس از چین بیشترین مجازات اعدام را هر سال اجرا می کند. همچنین ایران بالاترین آمار اعدام نوجوانان را دارد و به گفته عفو بین الملل، آمار درست و قابل اتکایی هم توسط مقام‌های ایرانی منتشر نمی‌شود. سازمان حقوق بشری هانا هم صدا با دیگر فعالان حقوق بشر خواستار آن است که مجازات اعدام در همه کشورها لغو شود، زیرا این مجازات را بی‌رحمانه، غیر انسانی و تحقیر کننده می‌داند. مرکز آمار سازمان حقوق بشری هانا 10 اکتبر سال 2021